در سالگرد فاجعه آتش سوزی در سینما رکس آبادان در 28 مرداد 57 که در جریان آن صدها تن زنده زنده در آتش سوختند، شبکه‌های اجتماعی مصاحبه‌ای را از یک مهره با سابقه حکومتی به نام محسن صفایی فراهانی بازنشر کردند که در آن او گفته است این فاجعه توسط کسانی صورت گرفته که در رژیم آخوندی نماینده مجلس شده و سمت‌هایی داشتند. صفایی فراهانی خودش نماینده سابق مجلس رژیم بوده و در سه دولت موسوی، رفسنجانی و خاتمی سمت‌های کلیدی داشته است. خب من پاسخ سوالمو نگرفتم. داشتیم در مورد سینما رکس صحبت می‌کردیم. خب فرمودید که تصور این طرفی این بودش که افرادی که به نوعی گرایش دارن به حکومت این ماجرا رو انجام دادن به خاطر اینکه وحشت ایجاد بکنن در بین مردم. حالا این همه سال گذشته، آیا مهندس ما که میدونیم الان دیگه کیا سینما رکس آتیش زدن، برای چی آتیش زدن؟ خود خودشون سوال کرد. نه واقعا میخواستن یه چیز بیرون گردن حکومت یا واقعا چیزی با سینما مشکل داشتن؟ واقعا من به عنوانی کسی که 40 سال بعد از انقلاب حضور دارم و تو دولت مهندس موسوی قائم مقام وزیر بودم، تو دولت آقای هاشمی مسئول بودم، تو دولت آقای خاتمی مسئول بودم، من به نماینده مجلس بودم. ببین آقای مهندس، اینا پرسه بعد از انقلاب. باشه میفهمم. من دارم میگم که سینما رکس با هر معیار یک جنایته. همون آدم ها بعدم کجا اومدن؟ نماینده مجلس شد. همون شد رفت. یعنی میخوام به تو میگم که آن چی که داره اتفاق میفته همونه. اتفاقی دیگه نیفتاده. ندانم کاریه. یعنی آدم هایی که اشلشون اون کار نیست ولی اجازه تصمیم گیری کار بزرگ دارن.